مارش از جمله قطعاتی است که معمولا نامش ما رو به یاد موسیقی نظامی میاندازه، اگرچه در گذشته های بسیار دورتر ما مارش های مراسم های مختلف هم داشتیم، از جمله مارش عزا و مارش عروسی. مارش ها هم به صورت با کلام هم به صورت بی کلام به اجرا در میان و معمولا برای هماهنگ کردن رژه سربازان و حرکت های نظامی به کار میده. معمولا با وزن ساده هست، یا دو ضربی یا چهار ضربی. چهار ضربی ها معمولا در رژه ها به کار میره که ضربه اول چون قوی هست روی پای چپ قرار میگیره و سربازان رو به این شکل هماهنگ میکنه. مارش از لحاظ تاریخی سابقه بسیار دیرینی داره و معمولا مطابق با آداب و رسوم و سنن و فرهنگ های گذشته ما در سنگ نوشته ها و هجایی های قدیمی میبینیم که مارش نظامی انگار یا مارش هایی که در مراسم بوده اجرا شده. معمولا مارش های عزا با سرعت کمتر و پایین تر اجرا میشن با تمپوی حدود 75 که در حد 75 ضربه در یک دقیقه هست و یا با تمپوی تند مثل این قطعه که هلوش 108 تا 128 اجرا میشه و قطعات خیلی تند، مارشای خیلی تند که از تمپوی 140 تا 160 هم ممکنه سرعت بگیره. از مارشای معروف مارش ایرانی هست که اثر یوهان شتراوس هست، که شتراوس معتقده که این مارش ایرانی که اون رو به نام قشون ایرانی نامگذاری کرده بهترین اثر خودش هست و بسیار اون رو بین آثار خودش بیشتر دوست می‌داشت. که البته بعضی ها معتقدن که ناصرالدین شاه اون رو سفارش داده، که در اصل به این شکل صحیح‌تر هست که بگیم موقعی که ناصرالدین شاه به فرنگ رفت، وقتی می‌خواستن موسیقی اجرا کنن و آهنگ ملی و سرود ملی ایران رو پیدا نکردن، جاش این مارش ایرانی رو نواختن، که در این مارش از آلات کوبه‌ای به خاطر ایجاد حالات شرقی بیشتر استفاده شده. همچنین اصطلاح به نام مارش عثمانی در ردیف منتظم الحکما وجود داره که در ردیف‌های دیگه نیست. اصطلاحاتی به نام مارش تقلیدی یا مارش هماهنگ هم وجود داره که در اصطلاحات هارمونی و علم هماهنگی هست که از بحث ما خارجه.